زلزله تهران. خدا نکنه تو در تهران زلزله اتفاق بیفته. ما هر روز با زلزله کوچک تو تهران روبرو هستیم. چرا بحران وجود داره؟ آلودگی هوا میدونه یک مسئله بسیار مهم و بزرگی است. تهران امروز با مسائل و مشکلات بسیاری روبروست که برخی از آنها در ابعاد ملی مطرح هستند. امروز با یه جمعیت بالای 13 میلیون نفر در تهران مواجه هستیم. شهر تهران با سختی بسیار زیادی روبروست. در این مستند به مسئله پایتخت، ضعف‌ها و قوت‌هایش پرداخته شده است. تا پاسخ روشنی بر این پرسش باشد که آیا انتقال پایتخت گرهی از مسائل و مشکلات تهران و ساکنانش و یا حتی کشور باز خواهد کرد یا خیر؟ خدا نکنه. شبکه زلزله شناسی کشور نشون میده که عملا همه کشور زلزله خیزه. با یه ژاپنی صحبت میکردیم، میگفتش که اگه تهران زلزله اومد یه دونه دوچرخه بردارین خلاف جهت باد تا میتونین پا بزنین بریم. اگر زلزله در تهران بیاد با درجه بالای 7 درجه، بعد من دیگه دیر شده برای هر کاری. ما جلوی زلزله رو نمیتونیم بگیریم، زلزله یک اتفاق طبیعی هست، ولی میتونیم با همکاری همدیگه اثرات منفی اون رو به حداقل برسونیم. گذشت زمان و بزرگ شدن تهران و جمعیت آن، مشکلات و معضلات شهر هم بزرگتر و پیچیده‌تر می‌شد. و این در حالی بود که هیچ قانون مؤثری برای ساماندهی و کنترل این وضعیت وجود نداشت. به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست به تصویب قانونی برای کاهش مشکلات و معضلات تهران زدند. در تهران ناخودآگاه در 38 سال انقلاب آرام آرام یک مجموعه ابرشهری به نام تهران شکل گرفت و این ابرشهر به هر شک دارای یک مزیت‌هایی است و دارای یک معایبی. تهران شهری است که از یک کلان شهر به یک ابرشهر مبدل شده بدون اون که زیر ساخت‌های اون متناسب با اون توسعه پیدا بکنه. یک، بحث‌های زیست محیطی. دو، تأمین آب شهر تهران. سوم، بحث خطرات طبیعی مثل زلزله، مثل سیل. و چهارم این که ترافیک بسیار خسته کننده ای که عجین شده با زندگی مردم. اسفند ماه 1391 کمیسیون شوراهای مجلس به عنوان کمیته اصلی از پژوهشکده مجلس درخواست اظهار نظر کارشناسی درباره طرح انتقال پایتخت می‌کند. پژوهشکده مجلس پس از بررسی موضوع نظرات خود را در اختیار شورا قرار می‌دهد و نهایتاً کلیات طرح انتقال پایتخت توسط نمایندگان کمیسیون شورا تصویب می‌شود. فروردین سال 92 روزنامه‌ها گزارشی رو تیتر می‌زنن با این عنوان: تصویب کلیات انتقال پایتخت. این گزارش یک عنوان دیگه هم داره یا حالا مطبوعات یا اسمش رو رو تیتر می‌ذارن و اون این عنوان جالبه براش: نظر مجلس درباره انتقال پایتخت سیاسی همون نظر دولت است و در نهایت تشکیل پایتخت اداری جدید خارج از شهر تهران به تصویب کمیسیون عمران می‌رسه. تیر ماه 1392 کمیسیون شوراها در جلسه‌ای از تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت به منظور بررسی، جمع‌بندی و اظهار نظر در خصوص انتقال پایتخت اداری سیاسی از تهران خبر می‌دهد. اما 4 ماه بعد، یعنی در مرداد سال 92، در فرایند تدوین در واقع بررسی‌هایی که
از طرح در مجلس انجام میشه، این موضوع به تصویب میرسه که باید یک شورا تشکیل بشه. در اون موقع روزنامه ها در گزارش خودشون تیتر میزنن سلب اختیار انتقال پایتخت از دولت، و در واقع نماینده مجلس که طراح شکل گیری شورای عالی انتقال پایتخت بوده مطرح میکنه که انتقال پایتخت جزو اختیارات مقامات ارشد نظام هستش. در اون سال ما تازه نماینده شده بودیم، بعد به عنوان طراح این طرح یکی از ضروریت ها و یکی از پیش بینی هایی که آینده کشور دچار مشکل میشه به ذهنمون خطور کرد. برادر عزیزی که نماینده شهرستان بود اومد، چون حالا علاقه داشت، خیلی ذوق و شوق داشت، جوان بود، که بیاد این کارو پیگیری بکنه، که من اتفاقا اینو بهش گفتم، گفتم اگر تو تونستی مسئولینو مجاب کنی که تصمیم بگیرن برای مثلا قسمت سیاسیش از تهران ببرین جای دیگه، من اصلا اسمم عوض میکنم. توی مجموعه مجلس یه جو متاسفانه شهرستانی تهرانی هست. تصور خیلی از شهرستانی هایی که به تهران میاد این هستش که تهران یه شهر برخورداره. لذا اون چی که همکاران ما در مجموعه مجلس شروع کردند و مورد استقبال ما قرار گرفت همین بود که آقا یکی بیاد به این تهرانی که میگن برخورداره مطالعه بکنه، بررسی بکنه، ببینه واقعا این مشکلات هست یا نه. چیزی که ماها در مجمع نمایندگان بارها و بارها به اون اذعان کردیم. همونجوری که مستحضرین، این طرح از زمان مجلس نهم استارت خورد، ما هم جزء طراحاش بودیم. یکی از بحث‌های جدی که براش داشتیم این که مطالعاتی را روی 100 سال گذشته انتقال پایتخت‌ها انجام دادیم که چرا پایتخت‌ها جابجا شدن. بعضن پایتخت‌ها به مثابه جنگ‌ها جابجا شدن، بعضن اقتصادی، بعضن سیاسی و بعضن هم اجتماعی و مباحث قوم‌ها و مسائلی که وجود داشت. در زمان شاه انتقال پایتخت مطرح بود تا در حال حاضر چندین بار هم به صورت جدی مطرح شد. نشون میده یه نیازی هست که تا حالا پاسخگو نشده. اگر این پاسخگو شده بود که دیگه نیازی نبود دوباره تکرار شه. و چون یک نیازه و پاسخگو داده نشده همچنان مستمراً ادامه پیدا کرد. به این نتیجه رسیدیم که ما به جای این کارها باید یک قانون وضع کنیم. در دی ماه سال 92 کلیات طرح انتقال پایتخت در مجلس شورای اسلامی با 110 رأی مثبت تصویب می شود و این در حالی است که این طرح مخالفان جدی در وزارت مسکن، راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی دارد. گروهی این طرح را پاک کردن صورت مسئله می دانند و گروهی دیگر معتقدند که هزینه های مالی بسیار و شرایط بد اقتصادی باعث می شود تا کشور برای موضوع انتقال پایتخت آماده نباشد. در اواخر سال 92 گزارش پژوهشی دیگری در روزنامه ها منتشر میشه که در واقع به انعکاس تحلیل دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اختصاص داره، آقای دکتر پیروز حناچی. ایشون یکی از مخالفای سرسخت انتقال پایتخت هستن و دیدگاهشون هم این هستش که میگن کشورهایی که در انتقال پایتخت اداری سیاسی موفق بودن، هدفشون از انتقال پایتخت حل مشکلات پایتخت اول نبوده، اونا اهداف دیگه ای رو دنبال میکردن. اینکه ما بخوایم مشکل شهر تهران رو با ایجاد پایتخت جدید حل بکنیم بدون اینکه صورت مسئله مورد توجه قرار بگیره، این رایی هستش که قطعا به بن‌بست خواهد خورد. فرض همه به این نکته رسیدیم که باید تهران منتقل بشود. سوال من اینه به کجا میخواهد منتقل بشود؟ آیا به یک کلان شهر دیگه میخواهد منتقل بشود؟ مثلا مثل مشهد. آیا مشهد مقدس الان از حاشیه نشینی ها رنج نمیبره؟ آیا موضوع ترافیک دارش نیست؟ میگیم بره اصفهان. همین الان مگه قبل از تهران اصفهان به خاطر آلودگی ها تعطیل نمیشه؟
خب ما میخواییم اینو بار اونجا کنیم، میخواییم مثلا یه تهرانی در یه جای دیگه داشته باشیم، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه. نه، میخواییم بریم یه شهر کوچیک منتقلش کنیم. آیا اون شهر کوچیک زیر ساخته دیده شده؟ و نکته بعد اینه که نه، اصلا ما به شهر میخواییم یک جای دیگر رو ببینیم و بسازیم. سوال من اینه، چقدر برآورد مالی داره؟ پولیشو میخواییم از کجا بیاریم؟ کمیسیون امور شوراهای مجلس با حضور وزیر مسکن و راه و شهرسازی مشکلات بار مالی طرح انتقال پایتخت را طی جلساتی در خرداد و تیر 1393 مورد بررسی قرار می‌دهد. نهایتاً طرح با اصلاحاتی روبرو می‌شود و از طرح انتقال پایتخت به طرح امکان سنجی انتقال پایتخت اداری سیاسی کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران تغییر میکند. مجدداً خرداد سال 93 خبری اعلام میشه که اینجا این خبر به این موضوع ارتباط پیدا میکنه که طرح انتقال پایتخت اداری سیاسی که در مجلس مطرح میشه توسط وزارت راه و شهرسازی در دولت 11 اصلاح میشه یا به عبارتی تغییر پیدا میکنه محتوا. این گزارش با این عنوان هست: ساماندهی تهران پیش شرط انتقال پایتخت. بعد این طرح تبدیل شد به امکان سنجی پایتخت و نحوه انتقال پایتخت در تهران یا تمرکز زدایی از قدرت در تهران، که طرح هم در حقیقت اومد این اصلاحات درش اتفاق افتاد و یعنی ثباتش اینجوری شد که انتقال پایتخت اتفاق نمیفته، ما بریم تمرکز زدایی کنیم، اختیاراتی رو به استانها بدیم و در این اختیاراتی که به استانها میدیم بیایم شهر تهران رو تقریبا خلوتش کنیم. مرداد سال 93 طرح مجلس تصویب میشه و گزارشی که در روزنامه ها در این باره منعکس میشه این عنوان رو داره: تعیین تکلیف انتقال پایتخت، طرح پرحاشیه مجلس درباره تهران سرانجام تصویب شد. علت این که سرانجام رو به کار میبره در واقع گزارشگر و پژوهشگر در این روزنامه این هستش که بیش از یک سال بررسی این طرح در مجلس زمان میبره. پرونده انتقال پایتخت با وجود تمام مخالفت‌ها و موافقت‌ها پس از حدود 18 ماه بررسی بالاخره در مرداد 1393 بسته و برای قانون شدن به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود. موافقان طرح می‌گفتند ما در یک مقطع تاریخی استراتژیک هستیم و باید سیستم حکومتی جمهوری اسلامی از این فضای متمرکز در تهران خارج بشه. این حرف شاکله صحبت موافقانه. حالا هزینه هاش، ترافیک، مرگ های خاموش زیست محیطی، بحث های نمیدونم زلزله و یا مثلا بلایای طبیعی، بحث های امنیتی، مباحث سفارت خونه ها، بحث های وزارت خونه ها، تردد های بیش از حد استان ها به تهران، وابستگی بیش از حد استان های کشور به مرکز کشور، اینا چیزایی است که ادله بود که موافقان میگفتن ما باید بریم جابجایی پایتخت. 158 نفر موافق این طرح بودند و جالبه که نماینده های تهران در مجلس شورای اسلامی در نوره نهم استقبال بسیار خوبی کردند. بالغ بر 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهران، حوزه انتخابی تهران، این طرح رو امضا کردند و بعد هم خوب دفاع کردند. چرا مجمع نمایندگان از این اقدام مجلس تو بررسی استقبال کرد؟ برای اینکه بیان پایتخت رو بررسی کنن و ببینن. خیلی از نماینده مثلا همین استاندار محترم جناب آقای هاشمی خودشون به من گفتن ما تا زمانی که تو مجلس بودیم فکر نمی‌کردیم این مشکلات داره تهران. حالا که اومدیم خودمون توی استان داریم ببینیم تهران چقدر مشکلات داره. یعنی خیلی هاشون نمی‌دونن. اگر تهران رو بدانن که تهران مال تهرانی‌ها نیست، تهران مالی که شما همین الان میگه خدای نکرده کسی علاوه مثلا مشکل بیماری مغز و اعصاب داشته باشه میاره شهدا، مسمومیت داشته باشه میارهش لغمان، اگه نمیدونم خدای نکرده سرطان باشه میارهش مرکز امام خمینی کانسر. یعنی تهران یه قطبی شده، یه سانتری شده، آدما میان تو تهران میرن.
اولین چیزی که مخالفین مطرح میکردن میگفتن ما در حقیقت جابجایی پایتخت رو اگر انجام بدیم تضمینی وجود نداره که تهران دیگری بعد از 20 سال دیگه جای دیگه ایجاد نشه. این یک. دوم میگفتن هزینه انتقال فوق العاده بالاست. میدونید که یه چیزی حدود 100 هزار میلیارد پول میخواد. اینجوری نیست که مثلا ما به این سادگی بگیم جابجا میخوایم بکنیم. هزینه انتقال بسیار بالاست. سوم، ابعاد امنیتی و حکومتی و سیاسی قضیه که پایتخت کجا میرود خیلی مهمه. شورای نگهبان طرح امکان سنجی انتقال پایتخت را مغایر با اصل 75 قانون اساسی کشور دانست. بنابراین طرح را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی عودت می دهد. پس از گذشت 8 ماه طرح اصلاح شده به شورای نگهبان برای بررسی دوباره ارجاع داده می شود و این بار طرح تصویب شده و تبدیل به قانون می شود. ریاست مجلس علی لاریجانی طی نامه‌ای پس از گذشت 26 ماه در اردیبهشت ماه 1394 قانون را به رئیس جمهور ابلاغ می کند. با تایید شورای نگهبان دستور تشکیل شورای 15 نفره برای سبکسازی تهران صادر میشه. این شورا مسئولیت پیدا میکنه به مدت 2 سال مطالعه بکنه ببینه انتقال پایتخت شدنی هست یا نه. اصل این شورا ریاستش با رئیس جمهوره. چرا؟ به خاطر اینکه حساسیت کار بالاست و جلسه شکل بگیره و بسنده به معاونت ها و معاون وزرا و اینا نشه. 2 نفرم از مجلس ناظر هست، یکیش الان آقای ابوترابی از کمیسیون شوراها نماینده نجف آباد، یکیش هم از کمیسیون امنیت ملی. بیشتر شرح وظایفی که از دولت طلب میکنه تشکیل شورای عالی ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی اداری. مجلس 2 سال بابت این طرح وقت داده به دولت که امکان سنجی انتقال پایتخت کنه. 1-2 اختیاراتی رو که میتونه تفویض بکنه و تمرکز زدایی از تهران بکنه رو مشخص کنه. برای اولین باری که با این قانون انتقال پایتخت سیاسی و اداری افتاده رو ریل و یک ریلگذاری قانونی براش انجام شد، چون قبلا به صورت قانون نبود. به دولت ابلاغ شد و حتی 2 تا نماینده که یکیش بنده حقیر انتخاب شدم که برم تو اون جلسات. اما اگر شما مطلع شدی که جلسه ای گذاشته شد توسط دولت مردان، من کاری به این دولت و فلان اینا هم ندارم، باید بگیم که مثلا ما هم مطلع شدیم. یک جلسه هم تو مجلس نهم، اواخر مجلس نهم، بیشتر با ریاست معاون محترم رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری بیشتر جلسه تشکیل نشد. من ارسونم تو اون جلسه نبودم، اما کلیاتی که جناب آقای خجسته حضور داشتن تو اون جلسه فرمودن به عنوان کسی که از طرف مجلس رفته بودن و تشریف داشتن، بیشتر در مورد کلیات و نحوه آیین‌نامه، تنظیم آیین‌نامه بود، چون حتما آیین‌نامه میخواد و الان هم آیین‌نامه فراهم شده توسط وزیر راه و شهرسازی و آماده ارائه به شورای عالی انتقال پایتخت. در نهایت در مرداد سال 94 آخرین گزارش شاخص و گزارش تحقیقاتی جامع در رسانه ها منتشر میشه و اون به در واقع پوشش دادن جزئیات اولین جلسه عمومی شورای 15 نفره هستش. گزارش با این تیتر در 14 مرداد سال 94 منتشر میشه. جلسه امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی تشکیل شد، نه مشترک به انتقال پایتخت. در این گزارش در واقع این موضوع تشریح میشه که کارشناسا و نتایج مطالعات شورای 15 نفره نشون میده انتقال پایتخت به صلاح تهران نیست، ضمن اینکه شدنی هم نیست و باید گزینه دوم یعنی سبکسازی شهر تهران و ساماندهی پایتخت مبنای کار قرار. دبیر این کمیسیون وزیر راه و شهرسازی است که آیین‌نامه را آماده کرده، داده به هیئت وزیران که در نوبت قرار بگیرد این آیین‌نامه تصویب بشه و ابلاغ بشه.
در این حال من یک سوالم از وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر این شورای عالی مطرح کردم که این تعلل به خاطر چی بوده، چرا اینقدر با تأخیر انجام شده و پیگیریم که انشالله در اسرع وقت شورای عالی که یک بار تا حالا جلسه شو تشکیل داده به صورت مستمر جلسات رو شروع کنه. رسانه ها، روزنامه ها در دوره های زمانی مختلف و در اون فرایندی که طرح مجلس نوشته شد تبدیل شد به در واقع طرح نهایی در سند مطرح شد به شورای نگهبان رفت و کنار اون دولت هم پیگیری‌های انجام داد، رسانه ها همزمان گزارش های تحقیقی رو تهیه و منتشر می‌کردند. شورای عالی انتقال پایتخت بررسی مسئله ساماندهی تهران را به وزارت مسکن واگذار کرد. وزارت مسکن در بخش معماری و شهرسازی خود با یک گروه متشکل از چندین کارشناس با مدیریت سید رضا هاشمی در حال بررسی و مطالعه مسئله هستند. در زمان تولید این مستند 2 سال فرصت بررسی مسئله ساماندهی تهران هنوز به پایان نرسیده بود. پایتخت هر کجا بذاریمش پایتخت مثل کوه، مثلا این کوه اینجا خرابش بکنید بذارید جای دیگه دوباره همونجا کوه میشه. فرمایشی میتوان تعدادی از کارکردهای اداری و پایتختی و سیاسی تهران رو به نقطه دیگری برد. There are so many institutions, research institutions. Why don't you send out the research institutions? اگر این کارو بکنیم تهران تهران باقی خواهد موند. این کار کمک زیادی به عدم تمرکز نخواهد کرد. میگن که آب در کوزه و ما تشنه لبان گرد جهان میگردیم. ما قانونمون رو اجرا نمیکنیم. ما میتونیم این شهر رو با دامن زدن به حمل و نقل خصوصی اداره بکنیم. میتونیم هم عکسش عمل بکنیم. یعنی بریم به مسیری که همه تلاش بکنیم از حمل و نقل عمومی استفاده بکنیم. در بدترین شرایط ما انقدر امکانات در اختیار داریم که بتونیم اقدامی بزرگی رو انجام بدیم. فقط کافیه که اون همگرایی ایجاد بشه.